سیستان و بلوچستان آب و هوایی خشک و بیابانی دارد. بارش های جوی در این استان در بازه زمانی کوتاهی رخ می دهند و به همین دلیل بارش ها عموماً منجر به سیلاب می شوند. حجم بزرگی از آب که در صورت کنترل و مدیریت می تواند گنجینه ارزشمند برای مقابله با خشکسالی باشد در سایه عدم توجه مقام های جمهوری اسلامی به محیط زیست و عدم تخصیص بودجه به استان محروم سیستان و بلوچستان هر سال فاجعه سیل و توقیان رودخانه ها را سبب می شود. سیل بی سابقه چند روز گذشته زیر ساخت فراوانی را در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان از بین برده و حدود هزار نخل بارور در شهرستان فنوج نابود شده است. صدها نفر به دلیل تخریب خانه هایشان آواره شدند و ده ها روستا در محاصره سیل قرار گرفته در تازه ترین خبر با توقیان رودخانه ها تمساه های پوز کوتاه بلوچستان گاندوها به هاشیه رودخانه ها و زیستگاه انسان ها منتقل شدند محمد رضا علی مردانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان به ایسنا گفته با وجود وسعت بسیار زیاد زیستگاه تمساه پوز کوتاه و عدم امکان حسار کشی و ایجاد محدودیت به تمام همستانی ها، مسافران و گردشگران توصیه می شود از حضور در کنار رودخانه ها، آبگیرها یا هوتک ها و سایر مناطقی که در مسیر آب بوده خودداری کنند. توصیه این مقام حکومتی برای نزدیک نشدن به آبگیرها، هوتکها یا گودالهای آب در حالی است که آب لوله کشی و آب تصفیه شده در بسیاری از روستاها و شهرهای استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد و مردم برای شستشو و پخت و پز و نوشیدن از آبهای راکد استفاده می کنند. روندی که باعث حمله گاندوها به کودکان شده و هر سال گزارش های متعددی از قطع عضو و مرگ شهروندان بلوچ توسط گاندوها منتشر می شود. استانی که در سالهای گذشته با خشکسالی شدید مواجه بوده و ساکنینش در ماه های اخیر با مشکل قطع مکرر آب روبرو بودند حالا با سیل ویرانگری دست و پنجه نرم می کند و خبرگزاری دولت هم درباره پایان تحمل مردم زاهدان هشدار می دهد. آریان ریسباف، صدای آمریکا.